وقت بجای رای میلیون ها انسان فقط یک کاغذ به نام توافقنامه سیاسی بنیاد یک دولت را گذاشت وقت در عالم بیشرمی یک کمیسیون بزرگ آمد و بجای اینکه رای میلیون ها شهروند این وطن را محترمانه اعلام کند آمد و گفت که فلان فرد به عنوان رئیس جمهور و فلانی هم به عنوان رئیس اجرایه آن هم به واسطه وساطت فرد اجنبی به اسم جانگیری که تمام افغانستان با افغانستان به اسم ایشان آشنا هستند وقت بدنامترین انتخابات در این جغرافیا در کنار لست بلندبالای بدنامی ها و بیخویت های دیگرش رقم خورد یک داد سوالات بیشمار در ذهن مردم و ملت افغانستان رقم خورد که آینده ای ما با این نو دولت و با این گونه ریاست چگونه خواهد شد همه می دانیم و خوب بیاد داریم که یکی از مهمترین بندهای توافقنامی سیاسی ایجاد دولت وحدت ملی اصلاح در نظام و ساختار و قوانین انتخابات بود هر دو جناه گفته بودند که در اولین اقدام کاری که میکنیم این است که یک اصلاح جدی و اساسی در بدنی نظام انتخاباتی افغانستان وارد می کنیم بهتر همین خواهد بود که دقیق همان بند توافقنامه را قرائت بکنیم تا مردم افغانستان ببینند که نظامشان چگونه پابند به فرمانها و توافقنامه هایی که میکنند عمل میکنند قید همان بند بلا فاصله بود این که بلا فاصله پس از تاسیس حکومت وحدت ملی کمیسیون خاص را با هدف اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان تا یک فرمان ایجاد می کنند هبده اجده ماه گذشت ولی قید بلافاصله همچنان تحقق پیدا نکردم به هر صورتش از این جنجالم که بگذاریم فاجعه این است که در پایان این ابده هجده اصلاحات که نیامد سرنوشت مردم انتخابات که مشخص نشد برخی ها چنان آتشین و با اعتماد به نفس کامل میایند در حضور رسانه ها و مردم حرف میزنند که وقت صحبت هایشان تحلیل بکنی حیران میمانی که گویا اینها فرشتگان هستند که از آسمان به زمین آمدن مثلا جناب آقای یوسف نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات که یک رسوایی کلان به برچسب زد میای در حضور و رسانه ها و در زیر اگر یک قدر آمیانه صحبت کنیم ریش همین دولت وحدت ملی تاریخ انتخابات را اعلام میکند. می کند و میگوید که تا زمان اینجا هستم و هستیم که دیگران نیایند و ما را بزرگ از اینجا به بیرون ناندازند. یعنی این قدر به کار خود و به کار که برای ملت کردن اعتماد دارند یا جالبترش ترش از که حتی انتخابات و تمام رای مردم برش خند گرفته میگه که اگر حکومت مصارف انتخابات آینده را ندهه باید بر مردم پاسخ بده یک کس پیدا نمیشه که با آقای نورستانی بگه خودت پاسخ مردم چی میدی رسوایی تقلا بیهویت شدن قطع کمک های مالی از نظام بین به افغانستان باز هم جناب شما میاین و میگین که ما نمیریم تا اینکه ما را به نکشن این دو تا بحث داره یا دولت وحدت ملی اراده نداره یا اینکه این آدم به کار خودش بسیار دلش گرم است برای اینکه این مباحث رو روشن بکنیم فرصت بسیار غنیمت در اختیار ما قرار گرفته و بر مردم افغانستان و مهمان محترم با من در این بحث حضور دارند که همان سوالاتی که در این مدت در ذهن مردم افغانستان بود و میخواستن پاسخهایی را از زبان حکومتداران بشنویم شب نهایت تلاش خودم می کنیم که بتونیم لاقل و برخی از پرسش های مردمی پاسخ دریافت کنیم مهمان امشب برنامه من آقای دکتر مجیب رحمان رحیمی سخنگوی ریاست اجرای دولت اسلامی افغانستان جناب دکتر به واسطه خوش آمدین تشکر اجازه بدین که بحث را با یکی از گفته مشهور جناب آقای عبدالله عبدالله رئیس جایی حکومت وحدت ملی افغانستان آغاز کنیم آقای عبدالله بار گفته بود که ریاست جایی افغانستان یک پست خیالی نیست یک پست تشریفاتی هم نیست یک توفه از طرف شخص یا اشخاص هم نیست یک وظیفه به نمایندگی از یک قشر و یک گروه هم نیست بلکه به عنوان یک مقام در دولت وحدت ملی است اگر این صحبت آقای عبدالله را پل بزنیم با کاری که امروز آقای نورستانی کرد آقای نورستانی ظاهرا ثابت کرد که پست ریاست جای یک پست خیالی است برخلاف صحبت های آقای عبدالله آمد و از تاریخ انتخابات را اعلام کرد در حال که این حرف حکومت وحدت ملی و بویژه از ریاست جایه بود که ما باید با کمیشنران نو انتخابات را برگزار کنیم پاسخ سریع ریاست جایه با آقای نورستانی چه است در این زمینه؟ بسم الله الرحمن الرحیم برز سلام خدمت شما و بیننده برنامه سلام خدمت شما متاسفانه امروز بار دیگه شاهده ای بودیم که آقای نورستانی آمدن یک تاریخی را برای انتخابات ایران کردن موقف حکومت افغانستان در این مورد بسار, بسار وازی و صورت واضح و روشن نیست که این اعلان فاقد مشروعیت و اعتبار است اون که صلاحیت خود آقای نورستانی و دیگه کمشنرها فاقد مشروعیت و اعتبار لازم است در مقدمه ایم که شما گفتین مسئله تصریح شد که یکی از اساسات و اصولی که بر مبنای و حکومت وحدتی ملی شکل گرفت اصلاحات انتخاباتی بود درست و یکی از پیش های ما و حتی جامعه جهانی برای بیرون شدن افغانستان از بحرانی که ما در 2014 در انتخابات ریاست جمهوری تجربه کردیم در متن توافق نامی سیاسی هم تصریح شده بود که هر چه سری باید ای کار آغاز شود ولی متاسفانه با تاخیرات و با کندی های این روند آغاز شد کمی سونیجات شد و تحت نظر رئیس اجرایی و کار خود پایان داد بسته های پیشنهادی خود هم پیشنهاد کردند و در مرحله کوتاه مدت میان مدت و دراز در مدت برای جمهور هم پیشنهاد بسته ها رسید و مورد تایید قرار گرفت از طرف حکومت به اساس پیشنهادات از و تعدیلات در قانون به وجود آمد و کمیته گزینش هم به وجود آمد تا که گام هایی را که ما وعده کرده بودیم مرحله و مرحله برای اصلاح نظام انتخاباتی برداره حکومت به همین روند متحد است این روند در لحظه که ما و شما قرار داریم با یک مشکل قانونی برخورد کرده متاسفانه اعضای پارلمان در مجموع در اردو مجلس با فرمان تقنینی مخالفت کردند. حکومت در تلاش است که راهایی را در مذاکره با مجلس جستجو بکنه تا از این خلأ و بحران قانونی ما بیرون شیم بعد از او مراحلی را که اصلاح در پیشروی داره مرحله به مرحله عملی میشه کمیشنرای جدید انتخاب میشن و زمان انتخابات را کمیسیون جدید اعلان میکنه و انتخابات نو هم در افغانستان تحت مدیریت کمیسیون جدیدی که به اساس اصلاحات و بسته پیشنهادی برای حکومت برد. تر شده برگزار خواهد شد. جناب دکتر فکر نمی کنین که این حرف و حدیث یک قدر فریب مردم است به خاطر از این که همون روز که توافق نامه امضا شد با همین ادبیات ریاست اجرایی آمدن صحبت کردن که ما به آرای مردم احترام داریم و حداقل اصلاحات جدی را میاریم 17 18 ما گذشت و آقای نورستانی هم دقیقاً همون حرف آقای عبدالله را گفت پست خیالی نیست ولی وقتی تاریخ اعلام میکنه خب نشان میده که اصلا پشیز هم به ریاست جای ارزش قائل نیست دیگه نه خیر شما یک چیزی رو در نظر بگیرین که دو جریان متضاد با آرا و اندیشه های متفاوت و با, با جنجالایی که در انتخابات اتفاق افتاد آمدن حکومت وحدت ملی را تشکیل دادن اگر من قدری به نمایندگی از ریاست اجرایی در مورد سوال اخیرتان پاسخ بدم موزیگیری ما بسیار روشن بود از امون لحظه که حکومت تشکیل شد ما طرف داره بودیم که اقدامات سریع و عاجل به خاطر عملی کردن تمام مفاد توافق نامه باید روی دست گرفته این شد فکر ده هجده ما سریع است جناب دکر نه اجازه بتین من بحث تکمیل بکنم سوال شما پاسخ پیدا این میکنم این سوالات است که مردم جدا میخوای از زبان شما که خیلی کم هم در رسانه یواخر آخر حضور پیدا کرد میخوای از زبانتون تان بیش با شما موافق استم بلد. که زمان بسیاری گذشت ولی عرض کردم که این حکومت حکومتی حکومت حکومت, حکومت متشکل از دو ولی مردم ما... از ریاست اجرای انتظار بیشتر داشت، اما دورانی که تقلب ها صورت گرفت، این ریاست اجرایی بود که بیشتر بر تبل اصلاحات کوبید، نه ارگ ریاست جمهوری. سوال مشخص این گونه خب آیا فکر میکنید 50 فیصد قدرت کافی نیست برای ریاست اجرایه که نمیتونه یک سری کارا را انجام بده یا فکر میکن اراده و اون جدیت نیست که حداقل کارها شکل بگیره اراده وجود داره ولی شما یک موضوع رو در نظر بگیرین که در یک حکومت ائتلافی در یک جریانی که تیفای مختلف دور هم جمع شدن کار میکنن سرعت کار دچار سکتگی و کندی میشه در تجربه ما در افغانستان در تجربه حکومت وحدت ملی متاسفانه کندی سرعت بیش از حد لازم بود و مردم هم حق دارن سوال داشته باشن و شما هم حق دارین که سوال را مطرح بکنین اما اون چیزی که ما به عنوان یک روایت از اونچه اتفاق افتاده خدمت شما میتونم بگویم این که ما به تعهداتمان با, تعهدات با, با وعده‌مان وفادار بودیم و تلاش کردیم که اجازه بدین امین امین وفادار من... بودن شد حداقل چند تا نمونیش اگر ما اینجا ذکر بکنیم شما اجازه بدین من اینو تکمیل بکنم ما کدام اه... تعهد به وفاداری مونی بود که این برای مردم بگوین چه چه مسئله بود بحث تذکره الکترونیکی بود که آقای عبدالله گفته بود که 28 حسد روز تاریخی خواهد بود که ما این روند را آغاز رو می‌کنیم همون گونه روی جایش مان این بحث اصلاحات 18 ماه گذشت انوز مسئلهش مشخص نیست خود جایگاه قانونی و حقوقی ریاست اجرایی که حالا هشت هفت ماه هم بیشتر برش نمانده هنوز مشخص است که روی این مورد هم صحبت خواهیم کرد یک تا سوال حتی مردم در فیسبوک نوشته بودند دست به دست شد که ریاست جای بار بار حرف زد خطوط قرمز اعلام کرد اما بار بار پس عقب نشینی کرد اگر لطف بکنین بر مردم افغانستان بگین که خطوط قرمز ریاست جای چیست ببینین در حکومت های یگانه راه بر فائق آمدن به مشکلات در بحث حکومت داری یعنی بحث نیست کادم از روی احساسات و از روی یک عجله به تصمیم قضاوت بکنه در ولی اینجا با شما, آمدن شما, ام... که ف... شما شما گفتن بدین حکومت ف... دنبال خوب شما شما اجازه بدین سوالتون هم خوب طولانی بود به مو اندازه سوالتون اگه ما وقت بتین جواب بگیم مشکل حل میشه افغانستان در سال گذشته شدیدترین و جدیترین دشواری های امنیتی را تجربه کرد در یک وقتی که مملکت دچار یک بحران امنیتی است و تمام دشمن های افغانستان تصمیم دارند که تجربه های گذشته تکرار شود و افغانستان سقوط بکنه طالبان را به قدرت برسانند یا بخش از افغانستان سقوط بکنه طبیعتا بیشترین توجه ما بیشترین توجه رهبری حکومت معطوف مسائل امنیتی شد که شما در جوجان هستین ما شکست های هم داشتیم دستاورده هم داشتیم و همین لحظه که صحبت میکنیم الحمدلله ابتکار دستی قوی مثلا افغانستان است وقت بسیار کم است ما در قد داریم دور میزنیم از اون سوالاتی که مردم میخواه بسیار پاسخ سری اگر لطف بکنین خب اگر شما هرقدر سوالاتون رو تکرار بکنین ما باید جواب بگیم شما اجازه ولی, ولی, ولی شما اون جواب را که مردم باید بشنون شما نمیگین مثلا موقف صریح ریاست اجرا در برابر کمیسیون انتخابات چه سوالی خب دوست من من میشم که سکوت بکنم شما سوال بپرسید خب شما اجازه بدید من سوالتون رو جواب بدم بله. توقع شما است که در یک حکومت وحدتی ملی ما از گریبان یا کسی بگیریم با مش دهنش بزنیم که بیایم مساله رو حل بکو حکومت داری این تو نیست در جامعه مثل افغانستان ما ولی با... شما پیش شرط ما وحدت مثلا اصلاح نظام ما با به وعده هایمون متحد بودیم و هستیم از اصلاحات انتخاباتی کم نیامدیم از توزیع تذکره الکترونیکی ما قبل نشینی نکردیم ولی ما با یک شریک در حکومت رو, رو برستیم اون را که های متفاوتی دارند در قضیه و باید برای حل و برای معضلات و برای فایق آمدن به ای باید مذاکره بکنیم از طریق گفت و شنود از طریق مذاکره زمانگیر صبر و حوصله میخواه ولی در شرایط فعلی افغانستان ما ترجیح دادیم که از طریق مذاکره و گفت و شنود حل بکنیم والايفیکند که تام تمام میشه طبیعتاً به ضررمون در بعض موارد تمام شده ولی یک چیزی رو ما میخوایم به طرفدارایمون و به مردم به صراحت بگوییم در پاسخ به سوال شما هم که به اصولی که ما به مردم وعده داده متحد هستیم ما از اصل اصلاح انتخاباتی عذور نکردیم اصلاح انتخاباتی به وجود آمد با تأخیر کمیسیون ایجاد شما جناب دکتر همچنان شما به بحث طرفدار و نطرفدار قاط دارین در این حکومت طبیعتا دیدگاه متفاوتی در این حکومت وجود داره اگر اختلافات هم گاهی... پس وجود داره؟ طبیعتا که وجود داره در بحث اصلاح نظام انتخاباتی چه اختلاف وجود داره که نمیگذاره این کار به سر مقصد منزل برسه؟ ما از بحث اختلاف در مورد چگونگی اصلاح نظام انتخاباتی عبور کردیم رئیس جمهور فرمان داد که کمیسون ایجاد شود کمیسیون از افراد مستقل نماینده نهادهای جامعه مدنی آمدن ایجاد شدن یعنی ما از اختلافاتی که داشتیم مذاکرات طولانی که انجام شد یک قدم به پیش رفتیم درست حالا حکومت افغانستان در مورد یک موضع مشترک داره که اصلاحات باید به این موضع هم مورد حمایت مردم افغانستان است هم مورد حمایت نهادهای جامعه مدنی است و در این زمان جامعه بین المللی هم از این حمایت میکنه در این مرحله اساس یک چند تا آدم تقلبکار خائنی که باید پشت میلای زندان می بودن آمدن شاید به دسیسه و توتی یک دی دیگه بازم می خوان افکار امور مخشوش بکنن آقای نورستانی فکر می کنم برای مریجی و مخالفت خود تداوی بکنه از رسوایی هایی که دیگه هم که از عبور بکنه او برای شاید خوبتر باشه حالا ما یک یک غوغای دیگه خلق کرده برای تشویش افکار عمومی که فاقد اعتبار است که فاقد اعتبار است نه اعلانشان اعتبار داره نه کمیسیون تقلب کار اعتبار داره روند اصلاحات آغاز شده و حکومت به این متحد است کمیسیون نو به وجود می آید. و انتخابات آینده را تاریخش و مدیریتش کمیسیون جدید با کمیشنرای نو می متاسفانه تعداد از اعضای پارلمان ما به هر دلیلی یک خلای قانون رو به وجود آوردن تا یک فرصت مساعد شد برای زینا که بین دیدگاه رو مطرح بکنن جلو گرفته می و حتما ما قدم به قدم به طرف اصلاحات که به موتوریک شما گفتین تعهد ماست و بنیاد شکل گیری حکومت وحدت ملی و مشروعیت شکل می تا و اون طرف پیش میره بسیار تشکر و یک صحبت هم داشته باشیم در مورد شناسنامای های برقی که مردم افغانستان سخت می خواهد ریاست اجرایه را بفهمه فکر میکنین چه موارد صدرا را شده که این روند ملی اجرا نمیشه؟ موقف ریاست اجرایی بسیار روشن و واضح سیر ما بارها اعلان کردیم فکر میکنم غموز و تاریکی در وجود نداره. پارلمان افغانستان قانون شناسنامه و شمار نفوذ و توزیع تذکیرا را تصویب کرده. این قانون آمد به شورای وزیران و شورای وزیران تصمیم گرفت که باید عملی شه درست ما از اون قانون حمایت کردیم هنوز هم از امو قانون حمایت میکنیم یک ایده ای به دلایل قومی آمدن و بحران خلق کردن اجازه ندادن که تذکره امو طوری که مجلس تصمیم گرفته و پیش برام ما گفتیم خب حکومت وظیفه داره قانون را عملی بسازه قانون امیر خم آمده اگر شما مخالفتی دارین نظر دیگه دارین مجلس برای قانونی وجود داره که به این قضیه پرداخته شود بحثی شد که باید مذاکرات صورت بگیره تا یک راه حل پیدا شود این مذاکرات هنوز هم ادامه داره راه های حل وسطی هم پیشنهاد شده برای بیرون رفت اما ما برای مصوبه مجلس در مورد همین قانونی که آمده پابند پابند هستیم از او حمایت میکنیم و طرفدار استیم که قانون و توزیع تذکره برقی به هر دلیلی با توجه به اهمیتی که برای افغانستان داره برای اقتصاد برای توسعه برای حل دهات مشکل دیگه بعد هر چی زودتر آغاز شد بله. چیزی که باز هم میخوایم بیشتر تاکید بکنم چون این امو حرف است که ورد زبان شد در میان مردم در تذکره ها هویت هر قوم باید ذکر شوه نه افغان چون بسیاری ها در همین میزهای مدور آمدند تظاهرات برپا کردند که تا واژه افغان نباشند این روند ملی اجرا نخواهد شد موقف ریاست جای در این مورد چست؟ ما از ریاست اجرای در مورد اختلافی که در کلمات و در نوشدار در, در تذکره آمده یک موزگیری ایدولوژیک نداره ما طرفدار عملی شدن قانونی هستیم که نماینده های مردم افغانستان او را تصویب کردن و رئیس جمهور هم توشیح کرده قانون است بله ساده افغان قانون... زکر پیدا کند یا هر قم هویتش خیلی ساده است ببینیم پاسخش. پاسخ بسیار روشن است ریاست اجرایی هم میخواه قانون که پارلمان افغانستان تصویب کرده عملی شود و قانون افغان که پارلمان تصویب کرده بسیار مشخص است رئیس جمهور افغانستان مورد توشیح کرده این قانون باید عملی شده و اگر ای دی مخالفت دارن با عملی شدن قانون راه ها و مجراهای دیگه هم وجود داره که باید مجراهای قانونی شه تایید بکنه یعنی این افراد بحث اون بحث افراد بحث, می بحث می اگر این افراد ادعا میکنن که ما چنان با متانت و قامت و استوار استاد میشیم تا این که واژه افغان در این شناسنامه ها درج نشود پاسخ بسیار دست آیا همین واژه ذکر شود یا هویت هر قوم این اگر به بی زبان ساده پاسخ بدین ما در مورد یک قانونی صحبت میکنیم که از طرف مجلس آمده یعنی یک طرح نویره ما در ریاست اجرایی مطرح نکردیم که بیم ما در مورد زو صحبت بکنیم که کدام کلمه بیا کدام کلمه با جناح در مورد در مورد تسکره نظر ما است که تسکره یک مصرف داخلی داره و حل مشکلات داخلی شهروندا به کار میروه و, و طبیعتا با توجه به پیشرفت تکنولوژی که صورت گرفته باید از یک ویژگی خاص برخوردار باشه در روی تذکره هم نوشته است که تذکره تابعیت جمهوری اسلامی افغانستان دلاشتن. و بحث بسیار مشخص است این بحث را ما از اول هم تاکید کردیم حالا یک بار دیگه تاکید میکنم باید قومی نسازیم این بحث باید سبقه قومی نتیم که گدی بیان از اوگ استفاده های شخصی و سیاسی بود ولی بسیاری ها فکر, فکر میکنند می که مانه روند توضیح همین مبحث است. متاسفان همین مبحث هست ولی هست. نظر شما, شما... که نباید شود ولی آقای عبدالله وقتی گفته بود که 28 حسد همین مبحث هر روز دارد این روند ملی را متوقف میکنه بالاخره چه خواهد شد؟ متاسفانه ایده ای آمدن این بحث ملی و کلانی را که باید بر حل مشکلات افغانستان هرچی چی سریعتر باید عملی میشد یک جنبه های قومی و یک جنبه های خرد و کوچکی دادن که این روند را رو مختل ساخت بحث باید قومی نشه بحث را باید یک جنبه های هویتی و زدی هویتی برش نتیم قانون را مجلس افغانستان تصویب کرده آمده توشیش شده و قانون باید عملی شما طرف داریستیم که هرچی سریتر قانون عملی شد تا یکی از معضلاتی که دیرینه بسیار تاریخی و طولانی در افغانستان داره حل شود ای بنافع تمام مردم افغانستان است بنامی بنامی تمام اقوام در افغانستان است و ما میتونیم که به یک از معضلاتی که سالها به او روبرو بودیم و من منافع داره که دا یک پست دیگه به او بپردازن درست و او دست پیدا بکنه بله یک <applause> 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 مبحث دیگر آیا در درون ریاست جایه اخبار پیدا شده یا شکل گرفته که یک قدر محبوبیت این تیم در انظار افکار عمومی در در همه پرسی ها پایان آمده شما از چنین مبحث با خبر هستین اونجا؟ معمولا سیاست مدارا وقتی که از, از انتخابات از جران احزاب سیاسی سی بیرون میشن میان به حکومت میرسن دقدقه و نگرانیشون همیش هست که با طرفدارانشان با مردمشان چگونه رابطه خود تأمین بکنن محبوبیتشان کاسته نشود ایرای خدمات طبیعتا انجام تعهدات و وعده هایی که به مردم کرده بودن اینا دغدغه‌ای هر سیاستمدار است و ما از این مستثنا نیستیم ما یعنی پایان آمده؟ ببینین در افغانستان سنجش محبوبیت از طریق احسایی و اینا یک مقدار دشوار است ولی ما امروز تکنولوژی و فناوری داریم در, در, همین شبکه های اجتماعی شما اگر گهگاه هم فرصت داشته باشین و شاید هم یک نیم نگاهی کرده باشین بسیاری ها وعده های آقای عبدالله را گذاشتن و باز در زیرش نوشتن که ما امید کردیم ما رای دادیم ما استاد شدیم حتی ما در تظاهرات رفتیم ولی متاسفانه هیچ یکی از صحبت ها و وعده هایی که ایشان کردن عملی نشد تعدادی از طرفدار ما شاید ناراض شده باشن این رو ما بپذیرم تعدادی هم راضی استن ما در سطح حکومت و در سطح بیرون از حکومت همیش تلاشمون به ایسته که باید با وعده ایمان وفا بکنیم با مردم روابط خود داشته باشیم وظایفی را که وظایفی که به عهده ماست باید به با بچه احسن و درست انجام بدیم دی را راستا هم رئیس اجرایی شب و روز تلاش میکنه و هم مود از دوستایی که با ایشان همکار هستن وزرای ما در حکومت و در مجموع حکومت افغانستان اما ایر ما که نحوه حکومت در افغانستان توری بود که تحقق تمام وعده هایی که ما داده بودیم از یک طرف ناممکن می ساخت و در بعض از موارد هم به کندی مواجه می ساخت نمونه هایش شما دیدین یک بحث دیگر که مردم فکر می در بیرون و خوب است که بود شما یک پاسخ برای مردم افغانستان داشته باشین بسیاری ها فکر می که رئیس جمهور یک کتازی می تمام میدان در اختیار خودش گرفته از فرمان ها تا نصب کردن مقامات بلند در این مسائل رئیس جمهور واقعا یک تازی میکنه و ریاست اجرایی در این موارد چندان صلاحیت ندارد در این مورد چی گفتنی داره نه خیر اوتونیست رئیس اجرایی صلاحیت دارد در برخی از موارد برخی از نکاتی که در توافق نامه تذکر رفته بود متاسفانه اونطوری که تعاقمی رفت عملی نشد ولی رئیس اجرایی در تمام تصمیم گیری های کلان در در سطوح مختلف حضور داره ریاست شورای وزیران را به عهده دارد در کابینه افغانستان حضور دارد در شورای امنیتی ملی افغانستان با معاونین خود حضور دارد در شورای عالی اقتصادی حضور دارد در کمیته تدارکات ملی و در تمام تصمیم گیری های کلان مملکت در تعینات در سطوح ارشد حضور رئیس اجراییه شرط حتمی است و بدون تایید رئیس اجراییه هیچ تصمیمی در سطح کلان ممکن نیست گرفته شود یک یک سال یک میپرسم که به همین حرف هایی که بویژه در مورد اختلافات و در مورد صلاحیت ها است همان گونه که به زبان برین در دلم فکر میکنین این حرف پشتوانش وجود داره من شخصا درست است که سخن روی ریاست اجرایی هستم ولی پیچگاهی نیامدیم یک واقعیتی را که توریدگی بوده وارونه جلوه بتون ولی مردم چنین فکر یا من فکر میکنم یک گذشته طولانی و در رسانه ها دارم هیچگاهی نشده که مردم لاعقل در مدت زمانی که ما آمدیم مصاحبه کردیم حرف زدیم ما آمده باشیم به با مردم از روی عمد و قصد دروغ گفته باشم یا یک قصیر توری که واقعیت از وارونه جلوه داده باشم چنین نیست اینا اینا, اینا در, در, در مباحث اخیر دیده شده که بیشترین مسائل از دریچه ارگ برآمده صداها فرمانها و نصبها نریاسته حتی مردم یک سوال بود که چرا ریاست جای در برخ موارد سکوت کرده؟ مجرای قانونی تصمیم گیری و اعلان موارد از طریق اداره امور و در مقرری ها در برخ تصامیم ما در که در جریان می باشیم با توجه به حضور رئیس اجرایی فرصت میدیم که باید از اون مجرای قانونیش پیش بره رئیس اجرایی با رئیس جمهور به صورت منظم ملاقات می داشته باشن طبیعتا در برخی از موارد شاید دیدگاه ها متفاوت باشه سبک رهبری متفاوت باشه برداشت ها متفاوت باشه مثلا برخی از مقرری ها بسیار زمان طولانی رو در بر گرفته که ما طرفدارش نبودیم و اجازه اگر مشخصا اگر, اگر, اگر یک وزارت دفاع که بسیاری ها فکر میکنه خلاف اون قوانین سرپرستی است ولی همچنان سرپرست وزارت دفاع روی کرسیشان نشسته و فرمان صادر میکنه در همین مورد بخصوص آیا شما رضایت دارین که ایشان همچنان ابقای وظیفه بکنن ما طرفداری بودیم که اصلاحات نظام انتخاباتی هر سره باید عملی شا. ما طرفدار زی بودیم که تشکیل های الکترونیکی به اساس مساوی مجلس باید سریع توزیع شود طرفدار بودیم که تمام مقامات ارشد دولتی در تمام سطوح سری باید مقرر شوند مخالف سرپرستی ها بودیم و هستیم طرفدار هستیم که باید سرپرستی وزارت دفاع سرپرستی لوی سارنوالی و و هایی که در برخ از ولایات وجود داشته اینو باید هر چی سریع تر بیاین ولی متاسفانه نشد متاسفانه است به مو اساس اشاره کردم که در حکومتی که به صورت ائتلافی یا حکومت وحدتی ملی تشکیل میشه این دیدگاه های متفاوت وجود می ولی باشن. اون طرف ظاهرا ما... تمام مسائل خود را داره عملی میکنه شما نظر به این صحبت کردین موافق توزیع تذکرای الکترونیکی بودین در وقت زمانش که نشد موافق اصلاح نظام انتخابات در وقت زمانش بودین که نشد مخالف سرپرستیاب بودین که همچنان ادامه داره آیا ترس از این وجود نداره که مبادا موقف ریاست اجرایه به یک بحران اساسی سرد و چار همان گونه که این مسائل عملی نشد و اون جنا کارهای خود کرد ریاست اجرایه عقب آیا ترس از, از آیندی ریاست جای ندارین شما؟ متاسفانه اگر روند بنبست کشانیده شود و اونطوری که شما به تصویر کشیدن طبیعتا نگران وضعیت کلی حکومت در افغانستان میباشیم اما کارا کم کم پیش رفته در, در, در همه موارد تعداد کم کم سرپرستا, سرپرستا کاهش پیدا کرده یعنی از تعداد انگشتافران بیشتر نیستن در یک مرحله ما یک تعداد زیادی است ولی یک وزارت مهمی که به اسم دفاع است و عملا مردم از ناامنی رنج میبرن اون سرپرست داره ما در بخش اصلاح نظام انتخاباتی پیشرفتی داشتیم بن شکسته شد در بخش های الکترونیک مذاکرات ادامه داره و سه میکرای حل پیدا شود رئیس جمهور فرمان دادن که جمع مواد و همچنان بخش بایومتریک آغاز شود در بخش تعیینات در سطوح مختلف حرکت آغاز شده کمیته های مشترک بیشتر کار میکنن دید و ها بین رئیس جمهور و رئیس اجرایه و صورت منظم و هدفمند صورت میگیره امیدوار استم یعنی کارهای عملی در حال انجام است که این مشکلاتی هم که باقی مانده یک راه حل پیدا بکنه بله. چند تا سوال مشخص اگر لطف کنین که آخر برنامه و بر مردم افغانستان باز هم امین مبایز از آله پام خارج شده یک مبحث بنده بند از توافق تا زمانی که مقام صدر اعظم اجرایی بر مبنای قانون اساسی ایجاد گردد وظایف صدر اعظم اجرایی را رئیس اجرایی حکومت پیش خواهد برد پلان ریاست اجرایی چه است؟ آیا فکر میکنین که این صدرزم اجرایی شکل خواهد گرفت یا باز هم پیشتر شما گفتین که ترس از یک بنبست وجود داره آیا باز هم این بنبست به فروپاشی منجر خواهد شد چنانچه شورای ثبات و حراست شورای که تازه شکل گرفت به نام نوین ملی اینا همه هم میگن که این حکومت فاقد کفایت است و اعتبار نداره هر چی سریتر انتخابات برگزار شود و شورای ثبات ریاست هم گفته که ما آمدیم تا از فروپاشی نظام ما جلوگیری بکنیم چون این در بیرون بر مردم ترس ایجاد کرده در درون چه خبر است اون چی که در توافق نامی سیاسی بالایش توافق صورت گرفته و مشروعیت حکومت وحدتی ملی را تشکیل می‌دهد از که حمایت بین المللی هم برخوردار است مرحله به مرحله تطبیق میشه ما برای دست یافتن به تغییر ریاست اجرایی به صدارت اجرایی در قدم اول به اصلاح نظام انتخاباتی ضرورت داریم همونطوری که در مقدمه گفتین هم اصلاح در قانون و هم اصلاح در نهادهای مدیریت کننده به اساس اصلاحات سال آینده انتخابات برگزار میشه انتخابات شورای بورسوالی ها و نمایندگان مجلس این, این انتخابات سال آینده برگزار میشه توقعی مایی است که باید برگزار شود تعهد مایی است ولی هر انتخاباتی که برگزار میشه مشروط به این اصلاحات است در غیر از نه انتخابات ما را مشکل ما حل میکنه اون طور که شما گفتین و نه هم کشورهایی که انتخابات را تنویل میکنن حاضر هستن که این روند را بار دیگه بکنن و هم و مردم افغانستان حاضر خود شدن که پای صندوق رای بیان که تقریباً... آقای نورستانی مدیریت را به دوش در, در یک جای مبحث مرسید که باز همه چیز پیچیده شد یک بار شما گفتین که انتخابات برگزار میشه و یک بار گفتین که این تعهد بین المللی به خاطر اجرای عدالت سمت صدر زم جایی وجود داره ولی باز هم میگن که تا اصلاحات نیایه انتخابات در کار نخواهد بود این اصلاحات درگیر یک بنبست و عجیب و غریب شده فکر نمی که نگرانی بعضی از شوراها دقیق است بنبستی که ایجاد شده بسیار عجیب و غریب و بسیار پیچیده نیست مجلس نمایندگان افغانستان باید فرمان تقنینی را برش رای میدادن ولی این مجلس خودش مشروعیت خود. نداره زمان ازش گذاشته حالا حالا مذاکراتی که با مجلس صورت گرفته قرار به این شده که یک فرمان یک طرح تعدیلی قانون بره و که مجلس را تایید بکنه از این مرحله انشاءالله در مشوره با نماینده های مجلس با پارلمان عبور میکنیم بحث بعدی است که وقتی که انتخابات برگزار میشه باید روی که ما در قانون اساسی افغانستان اون رو پیش بینی کردیم روی قانون اساسی که تعریف شده در قانون اساسی اون روی جرگه باید برگزار شود و در اونجا تصمیم گرفته شود که ریاست اجرایی باید تغییر بکنه و صدارت اجرایی در این مورد اون پلان که... ریاست جای دکتر صاحب چی است خب مردم اگر پیشتر شما از از لفظ طرفدار استفاده حداقل اون طرفدارایی که در جبهه شماست اونا انتظار دارن که حداقل وعده ما را کاملی نکردین حداقل جایگاه ما را بکنین. بخاطر حفظ بکنین به خاطر حفظ جایگاه این ریاست با دار و دستش پلان چی است آیا باز هم مثل بنبست انتخابات واری که ما در یک بنبست رسیدیم بعد تظاهرات شد بعد مردم آمدن حکومت موازی خواستن اعلام بکنن ولی نشد آیا باز هم تظاهرات و خیزش مردمی در کار خواهد بود یا نه واقعا یک پلان هست که روش کار جریان داره پلان بسیار روشن است اون نقشه ای را در توافقنامه نامی سیاسی سی مشخص است با ما آرام آرام به او سمت حرکت این میکنم این, این, توافقات نه اصلاحات نظام انتخاباتی شکل گرفت نه تسکرهای الکترونیکی اجرا شد من پیشتر سوال کردم که این هم اگر فرمول همی باشد در این فرمول صدق نمی کند دیگه این, این موقف شما ببینین گام های در راه اصلاح نظام انتخاباتی برداشته شده شما میفهمین که برداشته شده ولی رئیس کمیسیون میگه که هیچ کس دیگه قانون، قانونی نیست تنها جایی که هست ما قانونی هستیم و کوبشتران که برگزار میکنن این غیر قانونی ترین کار است که بعد شکل بگیره رای قانونی شمورایی است که حکومت در پیش گرفته کمیته گزینش هم آغاز تعیین شده و پس چرا آقای نورستانی را از چوکی کس دور نمیکنه چرا جدی گرفته نمیشه خب این 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 وقت سخنگویش میه و برای مردم افغانستان میگه که هیچ کس دیگه اجازه نداره که انتخابات برگزار کنه جز ما وقت آقای نورستانی میگه که تا ما را به شما کنار نبرین چرا پس این مردمان می و ذهن مردم افغانستان رو منحرف میکنه؟ متاسفانه اینا چنین این کاری رو کردن ولی انشالله هر چیز زودتر امیدوار که به تشویش به نگرانی خاتمه داده شد یعنی کنار میزنین این مردم ها روند به صورت طبیعی و قانونی آغاز شده ببینین لحظه که این خلای قانونی که به وجود آمده برطرف شده و اعضای جدید را مسئولین جدید کمیسیون را کمیته گزینش برای شمور معرفی بکنه و اونا معرفی شوند کاری کمیسیونای فیلی خاتمه یافته است و بعد از او وقت تاریخ انتخابات تا این شو. انتخابات شورای ولسوالی و مجلس نمایندگان برگزار شود ما میریم به طرف لویجرگه قانون اساسی یعنی این نقشه را مرحله و مرحله مشخص است ولی مرحله و مرحله کی زمانگیر نشد جناب کمی زمانگیر شد متاسفانه افغانستان با توجه به حکومت وحدت ملی و که وجود داره و جای فکر به جای برسه به ها... جای برسه, برسه بعد مسئله ریاست اجرایی بلا تکلیف بانه و بعد هم به یک نحوه این مسئله رو ببرند دوچار بحران بسازند ریاست اجرایی همونطوره که شما هم در صحبتهایتان اشاره کردین منبعی از یک اراده جمعی و مشروعیت دموکراتیک است و چیزی نیست یک نهاد نامنهاد یا خیالی که بیاین به با او بازی بکنن یا تور دیگه برخورد ولی جا. مردم میگه عملا شما این کار را دارین میکنین نه اونطور نیسته ما حضور داریم و عملا بیشترم براتون اشاره کردم در تمام سطوح ولی و این حضور به طرفداران شما نبوده اونا بسیار شکایت دارن گلایت دارن که ریاست جای رای ما را گرفتن و آنگونه که باید کار میکرد نتونستن اون گروه دیگه یا سیاست قوی بازی کرد یا لابیگری خوب کرد همه کار هم گرفتن توقعات طرفدارای ما طبیعتا بیشتر از آنچه که فعلا شکل میگیره یا اتفاق افتاده بود ولی ما تلاش داریم که انشالله برخی از کارهایی که انجام شده در مراحل آتی که در اختیار داریم به توقعات مردم پاسخ بدیم اما یک چیزی رو ما میخوایم سرش بسار تاکید بکنم که ما در یک مرحله بسیار دشوار تاریخی در افغانستان قرار داریم نه به عنوان سخنگوی از اجرایی به عنوان یک شهروند به عنوان یک کسی که درس خواندیم تحصیل کردیم و رشته در سیم علوم سیاسی و افغانستان بوده در مراحلی که نیروهای بین المللی یا های بین المللی در افغانستان حضور داشتند و بیرون شدن مرحله شکست و در افغانستان شکل گرفته و این بارها تکرار شده یک ای. این بار در مرحله عمود درموت یک مرحله تاریخی اساس قرار داریم اینجا وظیفه ما وظیفه رسانه ها و وظیفه تمام شهروندان افغانستان ایجاد امید ایجاد یک نوع خوشبینی برای آینده و مقاومت در برابر مشکلات به دشواری هست ولی امید, ولی امید، وقت شکل نگیر یا به قول جمله <تصفح> مشهور سال نیکو دیگه از بحارش مشخص وقت بحار ما این گونه تاریک باشه همه چیز به جای بحار <تصفح> خزانی باشه بریزه خب مردم تو نیست شما یک کار مثبت که ریاست اجرایه کرده باشه می اواخر که یک قدر احساس بکنه که بر مردم افغانستان سوداور بوده چ است؟ شما اجازه بتین بستگی به دیدگاه و چشم اندازی داره که شما نگاه میکنین اگه به قضایای تاریک نگاه بکنین تاریک میبینین ولی اگه به خوشبختی و دور بحران شده میبینن جوان ماجرت کردن مردم قربانی میشن انتاریا جریان داره بیکاری به اوجش رسید در این چهار در اوج در اوج بحران و, و ناامیدی شما باید امید خلق بکنین و به پیش برید ولی, ولی اگه بین... اگر برنامه و پلان باشن ولی اگر شما نمیشه بین... در مش در, در نه. هوای تاریک ماش شیر بزنید ولی اگه شما بین ترانه نوامیدی و یسر به گوش مردم بخونین طبیعتا که وضعیت رو بحرانی میسازین من دو سال کوچک دیگه جناب دکتر دو سال دیگه م... دو, دو سال موافق, موافق نیستم که هیچ کاری صورت نگرفت ای حکوم... این حکومت اجازه بدین حکومت فعلا کار میکنه تمام وزارت های حکومت فعال است اجازه بدین ولایت ها فعال هستند پلیس ولی ها فعال هستند تمام ساختار اداری نظام فعالیت میکنن. ولی مردم انتظار بیشتر داشتن مردم همیشه انتظار بیشتر داشته باشه باید هم داشته باشن ولی واقع بینانه هم برخورد بکنن خب بخزار... واقع هم برخورد بکنه حداقل میبین... اصول اساسی خطوط قرمز را که با تصدیق کردن امونا را ما نتونستیم عملی کنیم جان بب ببینین در در خطوط قرمزی که شما گفتین کارها و اقدامات و گامهای برداشته شده یعنی ما نیامدیم به اونا پشت بزنیم بگیم که نه انجام نمیدیم در مورد کارهایی که صورت گرفته کارهای بزرگ صورت گرفته در شما در سطح در سطح در, در سیاست خارجی در افغانستان روابطش با جهان بیرون ما دوچار یک تحول نویست افغانستان وارد یک سیاست در این مورد میخوام سال داشته بین المللی در درون خود افغانستان سیاست های امنیتی حکومت سیاست های اقتصادی حکومت یعنی نتایج داشتی تو نبوده که هیچ کار صورت نگرفته همین چند روز پیش در کابل ما شاید افتتای تعمیر وزارت داخله بوده وزارت دفاع افتتاح شد ولی وزارت های که عملن باز نامنی متادین جمع شدن, شدن. اینمی که از گامهایی بود که در حسط اجرای آغاز ولی در مردم بزرگتر از این است خب با تمام امو دغدغه های مردم حکومت در حال رسیدگی است من امروز هم در شورای وزیران حضور داشتم ساعت ها بلی. بس برزی بود که با, با قضایا و با مشکلات مردم چگونه رسیدگی است دو سال کجا دو یک نفر ما بگیم دو سوال, سوال, سوال کجا دو سوال یک, یک،, یک چیزی که ما مخالف هستیم نیست که بیم به قضایا سیاست نگاه بکنیم هیچ کار نشده امی که ما اینجا آمده ما صحبت میکنم یک کار شده امی که ولی شما آمدین از مسائل صحبت میکنین بیان که بر مردم یک پاسخ مشخص باشه خب، ما اگر از میشه و نمیشه صحبت میکنیم شما یک قضیه موردی وقتی که آمدین ما براتون پاسخ دادم ولی وقتی بیایید داشت که حکومت هیچ کار نکرده این خودش یک 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 ولی امین نظام امین نظام که ادامه ام. داشت دیگه در, در دوره آقای کرزی هم بود شما میراث گرفتین خوبونه اگر اگر گیریم که ریاست جایه و ارگم نمی آمد یک یک جریان دیگه میت میتونستی را سازماندهی بکنی البته که <applause> افغانستان ادامه می داشته باشه خب باید خب ادامه من باید بکنه خب این به نیست که همه چیز شما از نه نهال نه ماندین خب چون این نبوده دیگه یعنی یک یک جامعه سالم و دموکراتیک هست که یک تسلسل و ادامه وجود می داشته باشه شما در برخی از موارد که نابسامانیایی هست اصلاحات میرین سیاست خارجی افغانستان دچار یک افت بود با امریکا با جهان غرب که او بخش تغییرات آمده دو سال دیگر اجازه اگر... در, زمان آقای کرزی ببینین مالکیت مالکیت قوای مسلحه در زمان آقای کرزی یک مشکل بود نیروهای ما اجازه عملیات شبانه را نداشتن نیروهای خاص ما بندی شدند رفتن به زندان اجازه بدین ولی آقای کرزی طالب برادر ناراضی خود میگفت این کار کرد اگر شما در یک نشست خبری بگوین بر مردم بهتر خوب بود که تا اینکه ما این سوالات مانده و پاسخ بشه بله یک سوال این است که پاسخ ریاست اجرایی بر شوراهایی که شکل میگیره و بر مردم این ترس ایجاد میکنه که حکومت در حال فروپاشی است یا هم به نحو باید انتخابات زودنگان برگزار شد و بر این حکومت سفری خدا ببنده پاسخ خیرات جای به این شوراها ها چیش شکل گیری ائتلاف احزاب و جبهات حق دموکراتیک مردم افغانستان و شهروندان افغانستان است قانون اساسی اجازه میده اونایی که در چاوچاوکات قانون اساسی و قوانین نافذه افغانستان من دست به تشکیل حزب و جریان های سیاسی میزنن حقشان است و ما از و استقبال میکنیم یعنی حکومت در, حکومت در حال فروپاشی نیست به هیچ صورت چرا حکومت دال فروپاشی باشه خواهش شما از احزاب جریان شکل میگیره یک چیزیست اینا تداوم و ادامه روند سیاسی سی را طبق مقرره ها و رهنمودهای های قانون اساسی باید مراد بکنن این برای افغانستان و بر سلامت و آینده مملکت ما و بر نسل ما بسیار مهم است انتخابات زود, 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 هنگام برانداختن حکومت اتهامات اینو مشکل حل نمیکنن جای یک اپوزیسیون نظاممند و هدفمند خالی اینا بیان انتقادات خود مطرح بکنن گزینه های بدیل را مطرح بکنن بیان آمادگی بگیرن بی برای انتخابات آمادگی بگیرن برای برای مشارکت در روند سیاسی و همچنان حکومت را وادار بکنن با وعده هایش در اصلاحات با وعده هایش در برگزاری انتخابات و غیره و غیره وعده ها و تعهداتی که طبق قانون اساسی داره عمل باید بکنه یک یک حرکت سالم است که توقعی می که باید جریان های سیاسی در این حرکت بشه جناب کارسای و ممنون شما بیندگان عزیز که این بخش برنامه ما را دنبال کردین حرف آخری این, این, این بخش برنامه این خواهد بود که نظام به هیچ عنوان در حال فروپاشی نیست هر که ادامه میکنه شاید هم مباعث ذهنی خودشان داشته باشند بخش بعدی برنامه ما را هم دنبال کنید گفتگوهای چهارجانبه جانبه صلح امید تازه برای مردم دو طرف مرز به ویژه مردم که در جغرافیای به اسم افغانستان زندگی میکنن این بار زنگ که به صدا در آمده یک قدر موج از امیدها را در درون نظام افغانستان برپا کرده است به همین لحاظ امروز کابل هم میزبان جلسه یا نشست چهار صلح بود که در آن گفتگوهای مکمش از جمله صحبت‌های آقای صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان است که در افتای این جلسه این سخن را بر مردم افغانستان پیام داد که اراده جمعی این گروه به حمایت قوی از یک پروسه صلح نتیجه محور و تمایل همکاران ما به ویژه پاکستان برای بحث روی استفاده از همه ابزارهای لازم علیه آن عده از گروه هایی که از بزمین گذاشتن سلام و پیوستن به زندگی مسلمت آمیز خودداری میکن برای افغانستان امیدوار است اما سوالات مهم در ذهن مردم افغانستان همچنان باقی مانده است که آیا این بار افغان ها می توانند به تمام معنا به پاکستان اعتماد کنند یک دومش این است که آیا پاکستان واقعا تمام قدرت نیروی خود را به خرج داده است که واقعا صلح به این منطقه بازگردد و سوال آخر هم این است که آیا سیاست ارتش پاکستان که اشراف کامل بر وضعیت این طرف مرز در افغانستان را واقعا در برابر افغانستان تغییر کرده است و چقدر میتونم این پالیسی افغانستان مردم افغانستان را دولت افغانستان مردم را کمک بکنه که به صلح دست پیدا کنه مهمان محترمی که با در این بحث حضور دارن آقای محمد ناطقی آگاه مسائل سیاسی و آقای مسعود ترشتوال رئیس دفتر مطبوعات و سخنگوی شورای حراست و ثبات مهمان گرامی به بسیار خوش آمده شاید. 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 شما در این اواخر همواره در مباحث صلح میان دولت افغانستان و پاکستان حرف های برای گفتن داشتین این بار اگر توجه جدی کنیم روی این که تا اینجای کار تحلیل شما از این نشست چهار بعد دور اول دور دومش چه بوده فکر میکنید واقعا مسائل در این گفتگوها بوده که لازم است برای مردم افغانستان شما گزینوار بگوین که باعث دلگرمی مردم افغانستان شود سلام خدمت بینندگان عزیز البته علموطن... نوآوریها و مسائل نو در مذاکرات صلح افغانستان بهضو دیده میش و در این دوراز مذاکرات و گفتگوها به دو بخش تقسیم شدهیک بخش برمیرده به همن رو دو به علا دو ما چهارانه م ام چهر شور افغانستان پاکستان امریا و چین و در این بخ از مذارات مکانیزم مشترک یا یک نقشه راه مشترک در که همه در او شریک میشه درست اینا ساخته میشه و ای برای افغانستان خیلی خوب است به خاطر از این برای صلح افغانستان هم خوب برای خود افغانستان هم خیلی خوبه که یک چارچوب مشترک و یک نقشه راه مشترک ساخته شود که فردا اگر کسی آمد و خراب کرد بعد در واقع یک حزینه داشته باشه یعنی یک, یک کار کاری جمعی را در واقع خراب کرده به همین اساس است که من نظر می که مثبت است و این نو است و در گذشته ما نداشتیم که چهار کشور بینشن با همدیگر یک نقشه راه مشترک را تهیه بکنه این یکی از مسائل ناب در بخش اول از مذاکرات امی مسئله مسئله, مسئله مهمه یعنی درست. پایه و پایه و اساس یا بنیادی گفتگوهای چهار جانبه امی مسئله است که اینا یک مکانیزم یک مکانیزمی برای صلح و یک نقشه راه را برای صلح اینا تایید بعد بخش دومش برمیگرده به این که بعد از از, از بعد از این باز حیات های دو طرف یعنی حیات حکومت افغانستان و حیات طالبان باز به نظارت اینا با همدیگر دیگر می صحبت میکنن که اون بخش دوم از مذاکرات و بخش اصلی هم از مذاکرات هم هستن. که در واقع حیات ها با هم دیگر میشن البته طالبان هم عرض کردم طالبانی که آشتی پذیر باشه طالبانی که آشتی ناپذیر هر رو مثلا جنگ میکنه یا از نوع دایش و اینا هستن اونو قابل مذاکره نیست تشکر بسیار تشکر جناب استاد اگر بحث را بکشونیم به جایی که امروز شورایی که در افغانستان شکل گرفت به عنوان یک جریان بزرگ سیاسی است در اون شخصیت هایی است که همواره در درازای تاریخ در سیاست اقتصاد و اجتماع افغانستان تأثیر گذار بودن مردم میخوان بفهمن از زبان شما که در شرایط حساس مثل امروز موضع شورای ثبات حراست افغانستان در باب گفتگوهای جدید صلح چه است بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شما و جناب ناتقی همکاران تکنیکی تان و بینندگان محترم, محترم تلویزیون مشخص دیدگاه شورای حراست و ثبات افغانستان به عنوان یک جریان بزرگ سیاسی در استرگیری مذاکرات و در مبحث گفتگوهای چهارجانبه جانبه موضوعات زیر میتونه باشه نکته اولی است که از هر نوع گفتگویی که منتج شود به قطع جنگ و منتج شوه به اعتماد مردم به حکومت و همینطور و داشتن قابلیت و توانایی حکومت در باب آوردن صلح و ثبات درست و داشتن یک دیپلماسی فعال و داشتن یک برنامه راهبردی منسجم و سمت سودی برای صلح از جانب نظام سیاسی سی افغانستان این مورد استقبال شوراست نکته دوم فه شرا حراست و ثبات افغانستان مر میکنه در بحث مسئله گفتگوها چهارجانبه که م به سهتا مهور عمدش عناوین شفقت اشاره مین نکت اول ست ک ما از پروسه صلح استقبال میکنیم که از ابتدا تا انتهاش مردم افغانستان در جریان پروسه باش ع هیچ یک از ابعاد روند مذاکرات دور از چشم مردم افغانستان صورت نگیره چېن قرباني اصلي بحث نوامري در افغانستان انتحار انفجار او ان همه مسائلی کې بر ملت مارو وا داشته شوې ملت افغانستان است بنابرين هر نو قاعده ي بازی چې شکلي او چې محتوايي کې موريد استفاده است در بحث رسیدن به صلح اي باید با مشاركت مردمي افغانستان باشه درست. نقطه دوم قانون اساسي افغانستان حاکمیت ملی افغانستان و منافع ملی مب عمل و مبنا کار تم مذاکرهننده و مصالحهننده باشه ک از جانب افغانستان در این کنفرانسها و گفتگوها نماندی مین بنابر ان جانبی که قانون اساس افغانستان نپذره حاکمت مل افغانستان ب هی احترام نداشته باشه و مناف ملи افغانستان در مسائل بعدی براش باشه اره زیاد به خر و منافع ملک نمیدانیم نکته سوم و پایانی ا ست که مصوباتی که از هر نوه گفتگو و مذاکرات بیرون میایه باید نتیجه اش قطع جنگ باشه و آوردن ثبات و امنیت عزتمندانه برای ملت افغانستان که مردم افغانستان با وقار و با منزلت ملی که دارند این نتایج صلح را به صورت محسوس مشاهده کنند و ما شاهد هیچ نوع حرکت ناامنی دیگر در کشور در سطوح مختلف نباشیم بله. بنابراین اینا میتونن اگر،, اگر 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 اجازه باشه فقط باش. چند سوال کوتاه در مورد همین مباحثی که شما از از جایگاه شورای حراست و ثبات گفتین یک بحثی که بر مردم هم همچنان در یک موضوع حال ابهام مانده ای است که آیا می تانیم این بار واقعا به با پاکستان اعتماد کنیم شما از, از اصول و از اساساتی که شورا برش باور داره گفتین اما سوال اینجاست که فکر میکنین این بار پاکستان پابند است به همین اصول که شما هم گفتین و میتونیم واقعا اعتماد بکنیم شما نگران هم هستین یا خیر نگرانی بسیار ما چون با توجه به اون هوشداری که شما هم در دا برنامه دادین که باید زمان در نظر بگیریم ما هم در جریان بس زیاد نرفتیم با جز از این جاست که این نکاتی بود که امیدوار کننده است درست این امود به اصطلاح مبانی بود که باید برای رفتن به این مبانی مبنای کار باشه اما تشویش بله تشویش وجود داره مهمترین مؤلفه ای که تشویش و نگرانی در افزایش میته عدم صداقت کشور از منام پاکستان به این معنا که شما میدانید که ما خیلی مواردی بود که در بحث صلح پیش رفتیم امتیازهای بسیار کلانی که نباید میدادیم در طول 14 سال گذشته دادیم که حالا سر سه چهار تا اگر اجازه باشه من فقط بگم اما من... یک سوال نکوجو نباشه دولت افغانستان این بار ظاهرش نشان میته که اعتماد کرده به خاطر که میخواه به روان تبدیل بکنه بحث ما این است که آیا در درون شورای که شکل گرفته این بار جو حاکم چی است یک قدر مثل دولت افغانستان خوشبین هستند ارزم اجازه بدید مدرس ارزم می بود که ما در گذشته ها از در امتیاز دیهی وارد شدیم در بحث صلح و زیاد امتیاز هم دادیم مثلا حذف سران طالبا از لس نمیدانم که به می شکل مسئله زندان بگرام و خیلی چیزایی که سر جزیاتش نمیریم درست ولی دیدگاه بر این است که این بار موضع حکومت افغانستان هم موضع قابل قبول هست یعنی به این معنا که حکومت افغانستان بحث قانون اساسی افغانستان در مطرح کرده بحث حاکمیت ملی افغانستان در مطرح کرده و ما نمیریم به طرف جانب صلح بکنیم که او خودش را موازی با دولت افغانستان یا بالاتر از دولت افغانستان مطرح بکنه درست باید جریانی که ما مذاکره میکنیم تفکیک شود گروه های آشتی پذیر گروه های آشتی ناپذیر آنهایی که هنوز هم دشمن ملت افغانستان هستند به جنگ باوردن یا آنهایی که واقعا میخوان صلح بکنن دیدگاه شورای حراست و ثبات افغانستان دیدگاه بدبینانه نسبت به روند نیست بلکه تشویش ها از اون جاهای ناشی میشه که ممکن است که جانب مقابل همچنان مثل کار؟ روی آنچه که میگویند عمل نبکنن و حامیانشان هم اینا را پس دوباره تطمیع بکنند درست. و اینها با پای میز مذاکره یا نیاین یا, یا اگرم بیاین بیان کسایی باشن که صاحب صلاحیت در باب گفتگو و باب صلح نباشند. یعنی اگر صدا در مجلس مجموع... و شما لطف بکنید جواب بدین تا اینجای کار شما هم هستین با من دولت ما فکر میکنیم که قانون اساسی افغانستان بعد مبنا قرار بگیره حاکمیت ملی و منافع ملی افغانستان بسیار با این تشکر. پیش شرط ها ما میتونیم که با آینده گفتگوها ناامید نباشیم چرا بسیاری ها تصور میکنن که ارتش و نظامیان در پاکستان از مردمان هستند تحصیلات فراوان دارن هم روی طالبان و هم روی سیاست گذاری پاکستان این بار تصورتان چی است این موج که برخواسته آیا مدیریتش دست ارتش است یا دست حکومت بلفیل پاکستان یک،, یک تصویر بر مردم روشن نیست چه از تحلیلتان از این مورد ببینید اصولا نمی جریان و مذاکرات صوم رو که ما شاهدش هستیم اینه که نظامی ها خیلی در این مسئله دخالت داره یا نقش داره یا خیلی حضور جدی داره مثلا راهل شریف آمد دیگه راهل شریف رئیس ستاد ارتش پاکستان و مرد بسیار مختدیر هم هست اونها بسیار تاکید میکردن بر همین مسئله که باید گفتگاه های صلح از سر گرفته شد من در واقع یک وچه متفاوت یا یک نظر متفاوت بین راهل شریف و بین صدر اعظم پاکستان نمی بینیم یعنی همون گبایی را که در قلب آسیا اونا گفتن و گبایی را که راحل شریف بعدش آمد در کابل گفتن گبایی از اینا یکیه درست. اینطوری نشان داده میشه که پاکستانی هم رهبران سیاسی و ملکیشان بلاخره یک دیل واحد باید داشته باشه مثلا مسئله منطقه خب این کفایت نمیکنه مسئله اینه که ما این بار صلح را در صحنه های عمل و در میدان عمل باید نگاه بکنیم با حرف حرف های خوب موضیگیره ها و دیدگاه ها و شعارهای خوب زیاد گفته شده ببینیم در عمل چی کار میکنه نکته که برای ما بارزه و خیلی اهمیت داره اینه که الان ما یک میرسیم به یک چارچوب درست این چارچوب هم یک چارچوب نیه که مثلا بین دو کشور باشه چارچوب در واقع همونطور که عرض کردم به صورت مشترک ساخته میشه بنابراین شکستن این چارچوب از طرف هرکی باشه کار خیلی سختیه و می اساس من فکر میکنم که در قالب امین چارچوب که الان پاکستانی ها متعهد هستن گفتگوهای صلح را ما را بندازیم و این ترک را پیش ببریم این مسئله مسئله مهمیه میه یک نکته مهمتر از این وجود داره که حالا در مسئله تهیه یک نقشه راه همه توافق کردن اون تو در مرحله دوم دو که ما عرض کردم که گفتگوهای صلح به دو بخش تقسیم میشه در بخش دوم دو که گفتگوهای طالبان و گفتگوهای حکومت افغانستان هست یعنی هیئت ها با هم دیگر میشینه اینجا یک مقدار مشکلات خیلی جدی دیده میشه اول مشکلم مشکل هم در است که خب حالا این طالبانی که میشینه در میز مذاکره اینا کی گفته شده یعنی افغانستان خیلی تصریح کرده و با صراحت هم گفته البته پاکستان هم می حرف زده درست طالبانی که طرفدار صلح هست طالبانی که آشتی پذیر است طالبانی که به صلح به اصطلاح وارد گفتگوهای صلح میشه درست نه اون طالبانی که آشتی ناپذیر است از نوع ادعایش مثلا میگه اونها رو ما مقاومت مقابله میکنیم با اونا اینم یک گبی روشنیه طالبان که طرفدار گفتگو و مذاکره است و به این نتیجه رسیده این روز آقای وزیر خارجه روش تاکید کرد که راه حل را در مسائل سیاسی میبینه بنابراین این مجموعه از طالبان که راه حل را در مسائل سیاسی میبینه اینا در میز مذاکره میشن شما به عنوان یک صاحب نظر این بار گفتگو ها را متفاوت از دورهای قبل از و چشم انداز روشن برای شما می‌بینیم. متفاوت می‌بینیم. من تو عرض کردم که دشواره خاص خود داره و باید احتیاط باید بکنیم چون واقعا در طی این چهارده سال از مذاکرات سول یا از گفتگوهای سول ما یک به اصطلاح چیز مثبتی نداشتیم دستاورد مثبتی نداشتیم بنابراین با حزم و احتیاط و در این حال با یک دیدگاه های ملی با حفظ اصول و ارزش هایی که ما داریم خطوط قرمزی که داریم و با رعایت همون مسائل ما گفتگاه صلح پیش ببریم ان به یک نتیجه خوب خواهیم رسید بسیار تشکر جناب استاد یک قدر تمرکز کنیم روی نگرانی که در درون مردم است بسیاری ها تصور میکنن که با استناد به صحبت که سرتاج عزیز کرد که شتاب نکنید در مبحث صلح باید انطاف پذیر باشین و شتاب کردن در این مبحث ما را برای نمی رسانه که, که آخرش صلح باشه این در مردم تحلیل میکنن که پاکستان وقت میخره و مردم باید از یخ شدن از آب شدن یخها که فصل تابستان برسه بعد دوباره این ناامنی آغاز میشه آیا چونین نگرانی وجود داره یا فکر میکنید نه دیگر بحث خرید زمان نیست چون این دغدغه دق در درون شورا وجود داره اینکه ناامنی پس دوباره در بهار سال آینده شدت میگیره ببینین اصل نکته بر این است که با باید ما امی به اصطلاح قاعده ای که صلح زمستانی و جنگ تابستانی است به همین نقطه پایان گذاشته شود وقتی که شتاب میگیم ما ببینیم که شتاب یعنی چی یعنی در 14 سال افغانستان جز قربانی ملت افغانستان دیگه هیچ چیز دیگه تا حالا نواده شما حادثه پری روزی نینگرهار وحشتناک ترین حادثه است در نوع خودش دست. و ما از این شکل حوادث در 13 14 سال گذشته افغانستان زیاد داریم که هر کدامش ما در روز اعلام میکنیم که حادثه تکرار ناشدنی و فردا بدتر از اون حادثه را متاسفانه میبینیم که ملت افغانستان را به گلیم غم می نکته اساسی است که در بحث آوردن سال به خصوص در باب مذاکرات جدیدی که آغاز شده دو تا نکته بسیار مشخص است و باید روشن باشه نکته اولی که وقتی که چارچوب میگه این چارچوب یک چارچوب حقوقی باشه به با چی معنا چارچوب حقوقی به خاطری که به اصحاب به اصطلاح این قرارداد یا به طرفین قرارداد حق و تکلیف ایجاد کنند. درست و این حق و تکلیف نکته دومش هم روشن میکنه نکته دومش چیست که هر که از تکلیف خودش عدول کرد باید ما برای زمانت اجرا تعریف بکنیم که در باب زمانت اجرا چی تمهیداتی چی مسائل و چی پیامدهای بهشان به ایشان به تحمیل خواهد شد بنابراین کل نگرش هم که خوشبینانه ما بریم به با پای میز مذاکره و بنشینیم و راه ها را هم سیاسی عنوان کنیم این مشکل را حل نمی کنه یعنی ما هزینه های بسیار کلانی در 14 سال گذشته به سال پرداختیم بنابراین باور ما به با این است که این چارچوب یک چارچوب کاملا حقوقی باشه ولی درست است که راه حل هایی که ما میریم راه حل های سیاسی است راه حل ها سیاسی آثارش باید حقوقی باشه درست با طرفین حق و تکلیف ایجاد بکنه و در صورت عدم انجام تکلیف به یکی از طرفین با تکلیف هم روشنتر باشه و جمله آخر برنامه ناطق شما بگوین که فکر میکنین مدیریت این بحث سل تنها از یک تیم محدود است یا فکر میکنین تمام ها روندهای سیاسی مدنی اکادمیک و ج... احزاب افغانستان دیدگاه خودشان رساندن بر حکومت نه این خیلی مشخصه ببینید مذاکرات وقتی که صورت میگیره مذاکرات از موضع در حال حاضرم هم دولت ها با هم مذاکره میکنن و در بخش دوم از گفتگو هم طبیعتا حیاتی که میره این حیات از طرف دولت افغانستان از طرف جامعه مدنی یا پارلمان یا مجلس سنا یا احزاب سیاسی نیست منطور نکته اساسی در اینه که این حکومت افغانستان که در واقع جریان صلح رهبری میکنه اینا این باید دیدگاهی فراگیری ملی همطور که جناب استاد اشاره کردن دیدگاه های مردم را داشته باشه مذاکرات در تاریکی نباشه شفاف باشه طبیعتا طرف گفتگوها هم در بخش اول حکومت هست و هم در بخش دوم دو حکومت است نتیجه مثلا اینه که طالبان خو با جامعه مدنی یا با جامعه زنان یا با پارلمان که مذاکره نمیکنه و اگر هم بکنه حل نمیشه وقت حکومت باشه آقای محمد ناطقی آقای مسائل سیاسی و آقای مسعود سخنگوی شورای حراست سوال بسیار تشکر از در این برنامه و ممنون شما بینندگان عزیز که برنامه ما را تا آخر دنبال کردید تا برنامه دیگر پایینده بمانید بدرود خدا نگهدار